رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. برادران گرامی، روزداران و نمازگزاران، وطنداران عزیز و مهمانان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما فقط یادداشتی دارم که دعا از امشب و کل ما این دعا را آمین میگویم. شون شب 27 ماه مبارک رمضان است و احتمال قوی شب قدر است. نظر بر روایات، شبی که قرآن در این شب نازل شده و از 1000 ماه عبادت شما در یک شب زیاد است. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر عبادتش از 1000 ماه کرده بهتر است. 83 سال و 4 ماه عبادت یک طرف، همین یک شب عبادت شما دیگر طرف، رب العالمین عبادت ها را انشاءالله که قبول میکنه و اجابت میکنه. به او خاطر در این شب پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم برای مادر ما ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها برایش گفت که امید دعا را زیاد بخوان. گفت اگر ما، عایشه گفت اگر ما لیلة القدر را پیدا کردم کدام دعا را بخوانم؟ پیامبر اسلام فرمود این دعا را بخوان: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ای پروردگار بزرگ، تو عفو کننده هستی و عفو را دوست داری و مرا عفو کن. تو بخشنده هستی، بخشودن را دوست داری، یا الله تو مرا ببخش. و رب العالمین در قرآن می فرماید که برای بندگان من بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم که کسانی که زیاد گناه کردند و اسراف کردند در گناه، هر گناهی را کردند، امی گناهگارای و بندای گناهگاری مرا بگوی از رحمت من نامید نباشند، من همه گناه شما را می بخشم. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. برای بندگان من بگوی ای پیامبر، کسانی که اسراف کردند، بی اندازه و بی حد گناه کردند، که از رحمت من نامید نباشند، من ایشان را می بخشم و الله غفور و رحیم است. یکی از شبهایی که الله می بخشه و رحمت او نازل می شود امین شب است، شب 27 رمضان است، به احتمال قوی که شب قدر است. عبدالله ابن عباس قسم می خورد که شب 27 شب قدر است، اما در شبهای تاق تقسیم از دری شک وجود نداره، تا که ما فکر نکنیم که در یک شب شب عبادت است. هر شب تاق را بنام لیلة القدر ما عبادت کنیم و دری اجر و دری ثواب است. من یادداشت کردم که دعا برای دفع آفات و بلیات، دعای شفای مریض ها که برای من یادداشت دادم و من میفهم کرد کدام ای ضرورت داریم، دعا برای اموات، کسانی که فوت کردند، و پدران، مادران، خسر و خشو و عمه و خاله، کاکا، ماما، برادران مسلمان، کسانی که در این مرض کرونا وفات کردند و کسانی که مریضند، دعای شفای بیماران، کسانی که مریضند و همی فعلا در بستر افتیدند، و دعا برای هدایت اولادها و خانواده ها. این هم بسیار مهم است. کسانی که اونا اولاد دارن میخوان که برای اولاد خود دعا کنن، و دعا برای زندانی های مسلمان، و دعا برای پیروزی امت اسلام. این دعا است که از جمله دعاهای مسلمین است. دعا برای اشغالگران و دشمنان اسلام که کشورهای اسلامی را میکوبند و تر و خشک را میسوزند و بی حد و حصر ظلم میکنند،
مسلمین در برما، مسلمین در چین، مسلمین در فلسطین، مسلمین در مصر، در کشور خود ما، در پاکستان، در هندوستان و در کشورهای دیگه، سوریه و عراق، همه جا ضرورت داره که ما برای برادرای خود دعا بکنیم. دعا برای کسانی که بنا حق انسان میکشند، قاتلان، خوارج، طفل به گهواره میکشند، کودکی که یک ساعت است میکشش، تازه چشم به دنیا باز کرده، هنوز نمیفهمه که پدر او کی است، مادر او کی است، قلم الله برای زو کش نشده، گناه زو را نوشته نکرده، ولی او طفل را میکشه. ما ضرورت داریم که امشب با رب خود مناجات کنیم، با پروردگار خود دعا کنیم. دگران برای کسایی که در راه الله مصروفند و دین الله را پخش میکنند، با تمام مشکلاتی که وجود داره در آسیا، در افریقا، در استرالیا، در اروپا، در هر جایی که هستند، دعا کنیم برای تقویتشان. و همچنان دعا میکنیم برای قاری صاحبایی که برای ما الله متعال اجرشان بده، که اینا برای ما ختم قرآن دادند و ما را مسجد ما را نورانی ساختند و در سینیشان قرآن کریم است و اینا یه سنت قرآنی را و یه سنت الهی را و یه سنت جبرئیل امین را و یه سنت رسول امین را ترک نگفتند. برای کل از این برادران و خواهران ما ضرورت داریم که دعا کنیم انشاءالله تعالی. و ما دعاهای مسنونه را هم انشاءالله میگم و در ضمنش کل ما و شما با هم آمین میگم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرینا و في القبر مونسا و على الصراط نورا و في الجنة رفیقا و من النار سترا و حجابا یا رب العالمین. اللهم نور قلوبنا وقبورنا بالقرآن الكريم. اللهم اغفر لي واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بر إله پروردگارا تو خود در این شب قرآن نازل کردی، از هزار ما بهتر است، عبادت ناقص ما را قبول بگردان. یا الله گناهان صغیره و کبیره ما را ببخش. یا الله از طریق پیامبرت به ما خبر دادی و که ایتور دعا کنیم. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا برحمتك یا ارحم الراحمین. اللهم اجعل ختم قراننا ختمه مبارکه و تلاوه نافعه یا رب العالمین. اللهم ادخلنا بها الجنات و آتنا بها الدرجات و کفر بها عنا سیئات واغفر لنا یا مولانا بها الزلات. پروردگارا تو ای قرآن شفیع ما بگردانی. یا الله با واسطه ای قرآن اولادای ما را هدایت بگردانی. بر اله مشکلات امت ما را حل بگردانی. در این شب رمضان، شب نزول قرآن، شب نزول غفران، شب نزول برکت و رحمت تو است. یا الله قبل از برآمدن از این مسجد مبارک ما را در باران رحمت پروردگارا امیتور باران رحمت تا بباران که یک قطره، هر قطره او کل گناه های ما را ببخش. یا الله پدران ما را ببخش، مادران ما را ببخش. یا الله همه مسلمین را ببخش. بار اله تو در روز آخرت قرآن را شفیع آخرت ما بگردان. اللهم اجعلنا ممن صام و قرأ القرآن فارتفع به القرآن فی اعلی الجنان ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. فروردگارا تو غني استي وما فقير استم، تو رب استي وما مربوب استم، تو خالق استي وما مخلوق استم. يا رب تو رازق استي وما مرزوق استم. فروردگارا ما به تو محتاج استم. يا الله دنياي ما رب با ايمان بگردان، مرگ ما رب با ايمان بگردان، آخرت ما رب با ايمان بگردان. پروردگارا ما دعا میکنیم برای تو دعای مساکین، اما کسایی که غیر از دروازه تو دیگه دروازه نداره، تو دعای ما مساکین را قبول بگردان. اللهم انا ندعوك دعاء المساکین و نرجوك رجاء الخائفین رجاء من كسرت ذنوبه و قلت حسناته
و الجمته خطاياه ولم يجد الا انت راحما يا ارحم الراحمين ولم يجد الا انت ناصرا يا خير الناصرين يا رب العالمين يا واسع المغفره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا عفو يا عفو يا عفو اللهم اكتبنا في اعناء الليين واتنا كتابنا باليمين يا رب العالمين بر اله قران را بهار قلب ما بگردان روشنایی چشم ما بگردان و شنوایی گوشهای ما بگردان محبت و معرفت قلوب ما بگردان یا الله قرآن دستور العمل و منشور زندگی ما بگردان کسانی که در راه این قرآن مبارزه میکنند برای اعلای قرآن و برای حاکمیت این کتاب پروردگارا کامیابشان بگردان اللهم هذا یوم وداع رمضان پروردگارا این شبهای وداع با رمضان است شبهای آخرین شبهای رمضان است فقط دو سه روز دیگه باقی مانده یا الله ما در اینجا دعا میکنیم تو رب رمضان استی و تو رب تمام ماها استی پروردگارا تو از جمله کسایی بگردان که رمضانش قبول شده باشه از جمله کسایی ما را بگردان که رمضان او را از آتش نیران و آتش دوزخ نجات میده رمضان او را در جنت داخل میگردانه پیامبر تو گفت که ان الصيام والقران يشفعان للعبد في يوم القيامه قرآن و رمضان در روز آخرت برای بنده شفاعت میکنه یا الله این قرآنی که امشب ختم کردیم این را شفیع آخرت ما بگردان و این رمضانی که ما روزه گرفتیم این روزه را شفیع آخرت ما بگردان بر الها چشمان ما را از خیانت پاک بگردان زبان ما را از دروغ پاک بگردان قلب های ما را از نفاق و شرک پاک بگردان اعمال ما را از ریا خدایا پاک بگردان مالهای ما را از ربا و سود پاک بگردان یا الله یا ارحم الراحمین اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين اللهم اغفرهم وارحمهم ولا تعذبهم ونور لهم قبورهم واحشرهم في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا براي دفع آفات وبليات دعا کنم پروردگار اي كورونا را دفع بگردانه ای وبای عالمگیر و تباکن را دفع بگردانه بر اله از بشر ای را دفع بگردان ما را به هر گناهی که گرفتی پروردگارا ما در این شب مبارک توبه میکنیم به تو رجوع میکنیم تو رب ما استی و ما مخلوق تو استیم به گفته خواجه انصار الهی اگر یک بار بگویی بنده من از عرش بگذرد خنده من یا الله تو ما را به بندگی خود قبول بگردان یا الله تو ما را به امت بودن رسول الله قبول بگردان یا الله تو ما را به پیروی قرآن کریم قبول بگردان گرچه ما حق قرآن ادا نکردیم حق نماز ادا نکردیم حق رمضان ادا نکردیم یا الله ما برای تو خجالت هستیم ما بنده های گناهگار هستیم این دستایی که بلند است کلش از تو امید داره که ببخشیش یا الله قبل از پایین کردن دستا ما را ببخشی و تو خود گفتی ادعونی استجب لکم مرا دعا کنین من اجابت میکنم یا الله اینک ما بندگان گنهگار تو را دعا میکنیم غیر از دروازه تو هیچ دروازه امید دیگه نداریم یا الله تو رب ما تو خالق ما تو مالک ما تو کسی هستی که پروردگار مالک یوم الدین ما در روز آخرت تو هم مالک هستی تو رب الناس ملک الناس اله الناس هستی و تو رب العالمین هستی پروردگارا در پنج وقت نماز به ما یاد دادی که من رب العالمین هستم و تو خود گفتی که رحمان و رحیم هستم پروردگار هستی که هم رحمان هستی و هم رحیم از مادر مهربان از پدر مهربان از تمام مخلوقات مهربانی یا الله به مهربانی و رحمت و رحمانیتت ما را ببخش خانواده های ما را هدایت نصیب بگردان فرزندان ما را هدایت نصیب بگردان دختران ما را هدایت نصیب بگردان خواهرای ما را برادرای ما را مادران و پدران ما را امت ما را پروردگارا هدایت نصیب بگردان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا يا رب العالمين واجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المقبوحين المردودين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وعافنا واعف عنا والى غيرك لا تكلنا يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اننا نسالك الايمان والهدايه والمغفره
یا رب العالمین برای اموات دعا بکنیم. پروردگان و پدران ما را ببخش، مادران ما را ببخش، کسانی که حیات دارند پدران و مادران بزرگوارش، پروردگار را در قید حیات اونا را ببخش. یا الله وحدت قلوب نصیب امت ما بگردان، وحدت قلوب نصیب ما بگردان، وحدت ایمان وحدت کلمه نصیب ما بگردان. یا الله تو همه گذشتگان ما را که شناخته های ماست، خسور ما را ببخش، خشوی ما را ببخش و پدر و مادر ما را ببخش و زن و اولاد ما را ببخش، برادرای ما را ببخش. امید دو روز پیشتر زن کاکای ما هم وفات کرد، زن قرآن خان، پروردگار او را ببخش، کاکای ما را ببخش که قبلا وفات کرده، و یکی دو سال پیشتر برادری که از مکه خورتر و جوانتر بود، او زیاد جوان بود الحمدلله فوت کرد، خدای او را ببخش، سید حبیب الله را. و برادرایی که در اینجا، زن برادر مامی مای پشتر فوت کرد، او رم ببخش. از شمارم کسایی که فوت کرد او رم ببخش. الله یا رب العالمین قبرشان باغچه جنت بگردانه. امید دی روز یکی از مشایخ افغانستان استاد مبارک میگه بچه کلانش وفات کرد به نام مولیس محمد موسی در مرض کرونا، الله او رم غریق رحمت کنه. پروردگارا و دکترایی که در خدمت ملت ما بودن، تقریبا دیروز 12 دکتر در افغانستان وفات کرد، خدای قبرشان را باغچه جنت بگردان، خدای درجه شهادت نصیبشان بگردان. ملت ما پروردگار را کسی نداره، تو را داره. ملت ما پروردگار را از هر طرف نامید است، یگانه امیدی که داره تو هستی یا رب. دست این ملت را بگی یا الله، به هر گناهی که ملت را گرفتی تو بشه قبول بگردان. یا الله ما به نمایندگی از فرزندای ملت توبه میکنیم. خدایا تو خود گفتی که ما به دعای یک مرچه باران نازل کردی، طوری که حضرت سلیمان برای طلب باران میرفت از نصف لشکر خود را گفت دور بخورین که الله توبه ما را قبول کرد، باران را نازل میکرد. گفتن که ما دعا نکردیم، گفت بله دعای یک مرچه دعا کرد، دعای زور الله قبول کرد. گفت یا الله ما مخلوق تو هستیم، اما مرچه دعا کرد که یا الله ما مخلوق تو هستیم، ما را به گناه بنی آدم نسوزان. یا الله تو دعای مرچه را لبی گفتی، یا الله ما امت رسول تو هستیم، تو توسط از این قرآن که این قرآن در شبی که نازل کردی از هزار ما او شب را محترم گردانی، او فرشته ای که قرآن آورد بهترین فرشته ها شد، سردار فرشتگان شد جبریل، پیغمبری که قرآن بالاش آمد سردار پیغمبران و امام مرسلینش گشتاندی، و در مملکتی که قرآن آمد او را بلد الامین گشتاندی، یک نماز بیشتر از 100,000 نماز گشتاندی از برکت قرآن، و امتی که قرآن برش دادی تو خود گفتی کنتم خیر امه، بهترین امتش گشتاندی، و کسی که قرآن به دیگرها یاد میده خودش یاد میگیره، ایرا گفتی خیرکم من تعلم القرآن و علمه. یا الله ما امی قرآن قبول داریم کتاب تو است، ولی اعترافم میکنیم که قرآن احترام نکردیم طوری که شاید و باید است عمل نکردیم. اعتراف به گناه یا الله، اعتراف تائبین، اعتراف مذنبین، اعتراف کسایی که خطا کنندگان است، بنده های تو هستن پروردگارا، اعتراف ما را قبول بگردان. یا رب العالمین، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيت يا ارحم الراحمين، ولا كربا الا نفسته يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفنا، ألب بين قلوبنا، استر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وحدة يا رب العالمين. براي هدایت اولادها دعا کنین، هدایت خانواده ها دعا کنین. یا الله در هر خانه آتش در گرفت، پروردگارا برای زنان ما عفت نصیب بگردان، برای مردان ما غیرت نصیب بگردان، برای فرزندان ما اطاعت نصیب بگردان، برای امت ما وحدت نصیب بگردان، برای بشریت رای هدایت نصیب بگردان. یا الله این عبادت ناقص ما را قبول بگردان. یا الله تو برای اولادهای ما، برای دخترای ما، فرزندای ما هدایت قرآنی نصیب بگردان. یا الله شملی عزت این ملت سربلند و زبین نزنی. یا الله مردم ما سربلند بودند در تاریخ،
در تاریخ پدرای ما، نیاکان ما، پروردگارا ما را ذلیل نگردانی، پروردگارا ما را رسوای دنیا نگردانی. بر اله اولادای ما را در جرمنی و غیر جرمنی در مسیر قرآن هدایت نصیبشان بگردانی. برای کسایی که در کشور ما و دیگر کشورها ظلم میکنند، امین روز سه شنبه در شفاخانه رفتن طفل کشتن، طفل که یک ساعته بود، مادری که تازه طفل خود به آغوش خود گرفته و دردهای نوماه را تسکین میبخشه. پروردگارا اینا شاید آرزویی داشتن که تحفه را به پدر بزرگوارش میبره و این پدر که لبخند نداشت، لبخند شادی، شاید با دیدن اولاد خود خوشحال شود. یا الله گلوله های جور و جنایت و جفا او را به شهادت رسانید. از برکت قطرات خون اطفال معصوم ما، یا الله تو قاتلای اونا را در بدر بگردان، خاک و سر بگردان. کسایی که برای دربدری و تبایی کار میکنند تباش بگردان، و کسایی که برای آبادی و وحدت کشور کار میکنند آبادشان بگردان، و کسایی که برای این آمدن در کشور ما توسط یک مشت از فروخته شدگان دین ما را، ناموس ما را، بیرق ما را، خاک ما را بکوه. خدایا یارم اول هدایت بگردان، ار قابل هدایت نیست ذلیل و زبون و خوار و شکست خورده بگردان. پروردگارا شرق و غرب و شمال و جنوب و مرکز کشور ما را وحدت نصیب بگردان. یا الله در کشور ما امو کسی که شایسته است، ملت ما اختلاف داره، هر کس در پهلو یک جانانه و یک لیلی خود استاد است و او را تعریف میکنه، یا الله اصل انسان خوب را، اصل بنده حقیقی را و اصل کسی که کتاب تو را میخواه حکومت کنه و دین تو حاکم باشه، شرف و عزت و شمله عزت از یا بلند باشه. یا الله اگر ما نمیشناسیم، تو خو میشناسی، امور کامیاب کن. و امو که ذلیل است، زبون است، مزدور است، وطن فروش است، ذلیلش بگردان، شکستش بده. اگر ما نمیشناسیم، یا خودت در جنجال میندازیم، یا شق میکنیم و سفسطه میگویم، یا الله تو خو میشناسیش، امو خائن را ذلیل بگردان، امو وطن فروش در بدر بگردان. هر کسی که پروردگان را زبان پرست است، قوم پرست است، سمت پرست است و به خاطر زید دیگه انسان ها را کشتنش جایز میدانه، خدا هدایتش کن. قابل هدایت نیست، از صف ما بیرونش بکش. این ملت ما را از شر اشرار در حفظ و امان خود پروردگارا نگه دار. و بار اله برادرای ما داشتیم که پارسال در اینجا امرای ما بودند، یک تعدادش وفات کردن، آجی صاحب خان محمد نعتم میخواند، آجی صاحب خان محمد فضلی، یا الله قبرش باغچه جنت بگردان. مدیر صاحب ولی پروردگار را ببخشش. یک برادر در این مسجد بسیار زحمت کشیده، حمید جان زرگر، خدا قبرش باغچه جنت بگردان، خداوند مغفرتش کنه. و مریضای ما داریم برادران در شفاخانه هستند، حاجی صاحب دگروال صاحب، محمد داود سمیری و دخترکش و یک تا برادرای دیگه این بودن شفا پیدا کردن. دیگه مریضا داریم در امریکا، در اروپا، در آسیا، در افغانستان، در کشورهای دیگه. پروردگار شفای عاجل نصیبشان بگردانه. و بار اله پروردگارا هر کسی که در این مجلس ما است حاجت شرعی داره، حاجت شرعیش برآورده بخیر بگردان. جوانای ما اگر زن نداره، زنای صالحه و زنای باکره و زنایی که بدلشان باشه نصیبشان بگردان یا الله. و کسایی که زن داره توفیقشان بده پروردگار. ما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على البشير النذير وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله گرفتن بخير در شب خزيتان، در شب امشب ما رم دعا كنن، ما به شما دعا میکنیم. الله متعال شما راضی باشه، شما را به الله میسپارم. سلام علیکم. سلام علیکم.